دوستان، این هفته داریم راجع به فیلم 12 مرد خشمگین 12 Angry Men حرف میزن از سیدنی لومت. فیلم جزء چند تای اول IMDb، یعنی بسیار فیلم محبوبی. فیلمی هم هست که اثرگذاره، یعنی به خصوص توی قسمتی که میان توی اتاق رأی گیری کنن مهمه. قسمت اول فیلم که شاید یکی دو دقیقه باشه از دادگاه بسیار بده، یعنی ما نه متهم رو میفهمیم نه حس چندان دادگاه به اون میده. یک لوزاب از بچه خردسالی داریم که گویا پدرش رو کشته. مکسی که رو این کلوزآپ میشه و بعد دیزالوی که از کلوزآپ میریم توی جلسه هیئت منصفه بسیار طولانی و بسیار زیاده، حس رو از بین میبره. به غیر از این که ما این بچه رو تا آخر هم نمیشناسیم، فقط حد اکثر میفهمیم که این باباشو نکشته. این که از لابلای حرفا میفهمیم که در چه شرایطی بوده، بچه مطلقا ساخته نمیشه. وقتی این ساخته نمیشه، کل دفاعهایی که داره ازش میشه خدشه میخوره. اول یک رأی مخالف 11 رأی داریم، هنری فوندایی که میشناسیمش، یک در مقابل 11. Okay, then just remember that this has to be 12-0 either way. That's the law. Okay, are we ready? یه اتاق بزرگ می‌بینیم با یک میز بزرگ و 12 تا صندلی. جای آدم ها هم معین میشه که از شماره 1 تا 12 چیده بشه. اینکه هوا گرمه، اینکه بعدن بارون میاد، این که پنکه روشن نمیشه بعد روشن میشه، اتاق بیش و کم در میاد، یعنی ما کاملا محیط اتاق رو میفهمیم و حبس بودنش و پنجره ها و تمام اینا رو هم در میاد. اما هیچ کدوم از این 12 نفر چندان ارتباطی با اتاق برقرار نمیکنن، جز یکی که همیشه معترضه و میخواد داره بازی بیسبال ببینه با پنکه و اینا. اتاق مجرد نمیتونه در بیاد، باید هر کسی رابطهشو با این اتاق به ما بده که نمیده. کلی در میاد اتاقه، ولی مشخص متعین در نمیاد. Maybe it's also possible for a lawyer to be just plain stupid, isn't it? I mean, it's possible. آرام آرام فیلم ما رو جلو میبره و هیئت منصفه رو اکثرشون روی حد ما میشناسونه. هنری فوندا معترض داستانه، دم پنجره وایستاده، طولانی هم وایستاده، بعد میشینن و بحث آغاز میشه. What did you think of the case? I mean, it had a lot of interest for me. No real dead spots, you know what I mean? میزانی که دم پنجره وایستاده متقاعد کننده نیست، یعنی این تایم که اونجا ایستاده من رو قانع نمی کنه برای چی بایست میشینه. هنری فوندا شروع میکنه به سوال ایجاد کردن. خوبه، سوال ها خوبه و بازی فوندا هم مثل همیشه است و دیگه اصلا شوخ و شنگی های فوندا رو که همه جا هست در اینجا نمی. یه آدم بسیار جدیه که سوال داره و نسبت به این سوالش هم متأهل. آدمایی که تو جلسه هستند نمیپذیرن فوندا رو. تا آرام آرام سوالایی که ایجاد میکنه دچار شکشون میکنه. پلانهایی که میگیره فیلمساز، کلوزآپ هایی که از آدم ها میگیره خوبه،
اما نماهای سنفرش بعضی وقتا دیگه عصبانی کننده است. حس رو خدشه‌دار میکنه. و ما متوجه نمیشیم برای چه این سنفر. این تا ته دادگاه، ته هیئت منصفه، جلسه هیئت منصفه هست. اما بعضی ها که دوربین درست حرکت میکنه، از چپ به راست پن میکنه و درست میسته از دو نفر به تک نفر، اینا خوبه. و تا میرسیم به نفر آخر که باید رای بده، 12-0 بیگناه اعلام شد. You can't prove he didn't get to the door. Sure, you can take all the time, hobble around the room, but you can't prove it. لی جی کاب که این نقش رو بازی میکنه، خیلی هم خوب بازی میکنه. مقاومتش، سمجیش، لو میره در آخر و ما رو شوکه میکنه. این خوبه یا بده؟ بده. چرا بده؟ برای اینکه ما شوکه میشیم، تعلیق ایجاد نمی کنه. هر دوری از بحث ها هم همینطوره. یه سوژه جدید مطرح میشه، قطاره که داره رد میشه، زنه که میشنوه، تا یه تم دیگه، 6 تا 7 تا تم جدید مطرح میشه، اساسا از جانب فوندا. ما چی رو تجربه میکنیم؟ تعلیق که نیست که ما چیزی رو تجربه کنیم. ما هی باید بهمون یه داده بیاد، دچار شوک بشیم و حالا یه عده‌ای از مخالفین به این جناح این بر بپیوندن. اینقدر سیندرومت کارگردانی بلده که اجازه میده ما تا آخر ببینیم. خستمون نمیکنه. اما هم فیلمنامه هم کارگردانی توی ایجاد تعلیق کاملا در جا میزنن، قادر نیست. چون تعلیق نمیسازه و بعضی از شخصیت ها رو هم در نمیاره، ما این پروسه رو، پروسه بیگناه، گناهکار بیگناه رو خیلی جدی تجربه نمی کنیم. چی رو تجربه می کنیم؟ شخصیت نروی هنری فوندا رو که میگه نه، هی سوال تولید میکنه. خب این خیلی نمیدهد یک فیلم. خب این وقتی نمیده، ما فقط دستایی رو که یه پلان خیلی خوب داریم که فقط دستایی که میره بالا دارن رای میدن رو میبینیم، دیگه آدم ها رو نمیبینیم. خیلی پلان خوبیه. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. بازم پلان خوب توی فیلم میبینیم، از این پیرمردی که انتظار نداریم، یک لوزاب خوب ازش داریم. اما بیس همه اینا بر شک نبر تعلیق و این به فیلم آسیب جدی میرسه. آخر سرم بر نمیگردیم به دادگاه و اون بچه ای که از مرگ به زندگی برگشته رو ببینیم، دیگه بچه رو نمیبینیم. شروع فقط میبینیم که دکوراتیو میشه. لحظه آخر فوندا از پله ها میاد، آخرین نفر یک از یه نفر مونده به آخر، از پله های دادگستری اونجا میاد پایین تو لانگ شات و یه پیرمردی اسمشو میپرسه. یعنی این آدم هایش کم اسم ندارن، اما کارشون رو میفهمیم، برخی از دغدغه هاشون هم فهمیدیم. یه پلان بعد از این داریم که به نظر من خیلی خوبه. لی جی کاب، اون کسی که آخر سر رای به بیگناه یه بچه میده، داره میاد پایین بعد از فوندا، خیلی آروم. این از راست میاد، اون از چپ. داغونه وسط پله ها، فیکسش میکنه، یه دی اند بغلش میره، خلا انگار این دی اند مال این آدمه.
این جنبه خوبه. 12 مرد خشمگین باید بتونیم بگیم چرا انقدر محبوبه. برای اینکه مخاطب اساسا به شک عادت داره، نه به تعلیق. مخاطب تربیت نشده به شک علاقه داره. به همین داری تو آرای IMDB میاد بالا میشه، نمیدونم 4م 5م چند. شک به ما یاد نمیده، مثل پدرخوانده که یاد نداره. این اشکال اساسی 12 مرد خشمگین.